دکتر حمید سوری اپیدمیولوژیست درباره موج جدید کرونا در ایران هشدار داد و گفت ممکن است سناریوی پاییز 98 در کشورمان تکرار شود و به زودی شاهد سه‌رقمی شدن مرگ‌ها خواهیم بود. وی در ادامه افزود مراقبت‌های لازم برای کنترل اپیدمی انجام نمی‌شود و به واکسن‌های جدیدی نیاز داریم. امروز به نظر می‌رسد که نظام سلامت دچار نوعی بی‌حسی شده و عادی انگاری که شرایط به وضعیت عادی برگشته در این بخش دیده می‌شود. سازمان جهانی بهداشت روز سه‌شنبه 22 فروردین 1402 گزارش داد که یک زن بر اثر ابتلا به آنفولانزای پرندگان در چین جان خود را از دست داده است. این نخستین مورد مرگ شناخته شده ی انسان در اثر ابتلا به این نوع آنفولانزای پرندگان است. آنفولانزای پرندگان سال 2002 پس از اولین ظهور در پرندگان آبزی آمریکای شمالی شناخته شد و مطالعات علمی نشان می‌دهد که اسب، سگ و فوک هم به آن آلوده می‌شوند. تا پیش از این دو مورد غیرکشنده که هر دو در چین بودند در ماه‌های آوریل و می سال گذشته در بین انسان‌ها شناسایی شده بود. منابع رسانی از تلاش شرکت استارتاپی ونوس ایروسپیس برای ساخت هواپیمای مسافربری با سرعت 3 کیلومتر بر ثانیه یعنی 11100 کیلومتر در ساعت خبر دادند. در همین راستا ساسی دایلبی مدیر عامل این شرکت ضمن اعلام این خبر گفت اگر بتوانید در عرض یک ساعت به هر جایی می‌خواهید برسید دنیا چقدر تغییر خواهد کرد. گفتنی سریع‌ترین هواپیمایی که تاکنون ساخته شده SR-71 است که با سرعت 3.2 ماخ پرواز می‌کند.